درود رفقا، آرش آرت فروشان هستم با جلسه دوم یا بخش دوم از ویدیوهای کسب درآمد از موسیقی. بچه ها، من در مورد تدریس بهتون گفتم. تدریس خیلی شگفت انگیزه و خیلی کیف میده، چون وقتی که میبینی یه نفر با درسایی که تو بهش دادی رشد میکنه و به یه جایی میرسه، یه لذتی، اصلا انگار یه کسی رو به یه دنیایی وارد کردی و هر اتفاقی، هر افتخاری که اون به دست میاره انگار خودت به دست آوردی. هر چیزی که در مورد اون اتفاق میفته انگار در مورد خودت اتفاق افتاده. من هنوز معلم خودم توی موسیقی، توی گیتار، هنوز که هنوزه به من میگه، قشنگ کیف میکنه. من مثلا وقتی اومده پیج من رو کلی کیف کرده و این خیلی منم از این قضیه کیف میکنم، چون قشنگ اینو میفهمم که اون داره کیف میکنه از این قضیه. شاید بیشترین کسی که داره لذت میبره از موفقیت من توی موسیقی مدرسی باشه که من ازش گیتار یاد گرفتم، حتی بیشتر از خودم، چون خودم این لذت رو میبرم وقتی هنرجو شروع میکنه. همون هنوز که انزه بچه‌ها، من لذت میبرم بعد از شاید بیش از 16 17 سال کار تدریس کردن، میبینم شاگردم یهو شروع میکنه سلطان قلب ها رو خوندن یا مثلا یه ملودی زدن، من بیشتر از اون لذت میبرم. پس بنابراین این لذت رو یادتون نره. برم در مورد بخش دوم، استیج. بچه‌ها، استیج یه توانایی خیلی خفنه که تمرین میخواد. بعضی‌ها فکر می‌کنن مثلا همینجوری میشه رفت رو استیج. نه، واقعا همینجوری بری رو استیج وا میمونی به قول ما. یعنی اصلا نمیشه. آدرنالین وقتی میاد بالا اصلا شما دیگه همه چی رو فراموش می‌کنی. اینجوری نیست که الان میشه تو خونه میزنی میخونی واسه دل خودت، یهو بری مثلا جلوی 100 نفر، 1000 نفر، 5000 نفر و بتونی همونجوری بزنی بخونی. نمیتونی اونجوری بزنی چون دستا شروع می‌کنه لرزیدن، نمیتونی اونجوری بخونی چون صدا اصلا حرکت می‌کنه. حرکت می‌کنه یعنی چی؟ بریم بیشتر توضیح بدم. من در مورد نوازندگی و خوانندگی دارم بهتون میگم. بچه ها جفتشو دارم میگم. فقط ببخشید هی صحبتم حول گیتار میچرخه. همه سازا به همین شکل تقریبا که دارم در موردش صحبت میکنم. ولی من چون خودم بیشتر توی گیتار تبحر دارم، بیشتر برام سمت گیتار. بچه‌ای که مطمئناً توانان تو سازهای دیگه متوجه صحبتهای من میشن. بچه‌ها، خوانندگی و نوازندگی روی استیج باید از جمعای کوچیک شروع بشه. اینکه طرف آرش میاد مثلا بگه من توی مهمونی‌ها میزدم یا میخوندم یا تو عروسی میزدم میخوندم، نه، اینا افتخاره. شما باید از یه جایی برسید دیگه. مثلا میگم آقا مثلا شهرام شب‌پره تو عروسی فلانی خونده ناراحت میشه، این اصلا فقط برمیگره به فرهنگ ایرانی، اصلا غلط. باید این اتفاق بیفته. مثلا مگه میشه آرش آرت فروشان؟ بله، منم توی عروسی ها ساز زدم، خوندم، منم توی هنوز که هنوزه باور کنید اگه یه مهمونی منو دعوت کنن جایی باشه که توش راحت باشم، دور و بریام همه خودمونی باشن، ساز به دست میشم و میزنم و میخونم. حالا شاید هر جای این کارو نکنم، خب اون دیگه بسته به شخصیت شما و جمعتون. ولی هنوز توی سری جمع های خیلی خودمونی و باحال و که میدونم حاشیه سازی نمیشه، من دست به ساز میشم، میخونم، کلی خوش میگذرونیم و این باعث پیشرفت شماست. اصلا من به بچه‌ها میگم، من هنرجو دارم یک سال نشسته تو اتاق، میگه استاد من هنوز برای کسی نزدم. بابا برو بزن. اتفاقا وقتی که بگی بری توی جمع بشینی خیلی هم خوب ساز بزنی، بگی آقا من 3 سال کار میکنم یهو بزنی، همه دنبال انتقاد کردن از شما. چرا؟ چون تو گفتی 3 سال گیتار میزنم. خب طرف 3 سال داره نگاه میکنه تو ساز، همش میخواد انتقاد کنه. خب پس اینو به نسبت مثلا فلانی بد زدی، اینو خوب نزدی. ولی اگه بری از مثلا جلسه 4 و 5 شروع کنی تو جمع زدن، هم اعتماد به نفست میره بالا، هم اونا با تو رشد میکنن، اونا رشد تو رو میبینن. اونا هر ماه که میان مثلا خونه شما یا هر 2 ماه که میان تو رو میبینن، رشد تو رو میبینن و با تو رشد میکنن. این طرفدارا طرفدارای واقعی تو میشن. و اگه کسی یه جا انتقاد کنه ازت، اونا جلوش در میان. پس بنابر این توی جمع ساز زدن، توی جمع خوندن فوق العاده است. یک سری ها مثلا میگن آقا من زیاد اهل شهرت نیستم، دوست ندارم، اینا همه شعاره. مثلا هنرمند برای چی هنر داره؟ برای اینکه نشونش بده دیگه. خب این در مورد استیج بچه ها. حالا یک سری توانایی روی استیج مهمه که اونا رو توی ویدیو بعدی بهتون میگم. باز دوباره میرم سراغ برندینگ. اینجا بچه ها میخوام یک چیز خیلی جالب بهتون بگم، خیلی جالب. یه چند سالیه که توی ایران یه اعتراضی مد شده بین نوازنده ها. من جزو نوازنده ها هستم بچه ها، جزو خواننده ها هم هستم، چون هم میخونم هم نوازندگی میکنم کنار خواننده های دیگه. خیلی مهمه. تمام نوازنده ها رو این شکارن که آقا چرا خواننده دستمزدش مثلا 10 برابر یه نوازنده است.
الان بهتون میگم چرا. جواب همشون الان تو این ویدیو میدم، چون من خواننده هستم، نوازنده هستم. من به عنوان یک نوازنده بیشترین خرجی که واسه یادگیریم کردم یه گیتار خوب خریدم. حتی کلاسایی که رفتم اونقدر هزینه بر نداشته باشم، بیشترین خرج یه گیتار خریدم، جدایی از تلاش و تکاپویی که کردم واسه اینکه نوازنده بشم. خب اون تلاشو خواننده‌ام کرده. من به عنوان یک خواننده‌ام خیلی تلاش و تکاپو کردم تا یاد بگیرم بخونم. خب من به عنوان خواننده‌ام کلی کلاس خوانم برای آواز و صدا سازی رفتم و پول خرج کردم. پس اینا با هم یکیه، فقط بحث خرجه. یک نوازنده فقط یه گیتار خریده و تای تایش مثلا شاید یه پیج زده، یه ذره مثلا یه ذره تبلیغات کرده، پیجش آورده بالا. خب و اگه نوازنده خوبی باشه قطعا میره با یه خواننده رو استیج، قطعا میره رو استیج، اصلا وا نمیمونه، میره رو استیج. خیال تخت، خیالتون تخت. اما خواننده مگه به همین راحتی میتونه کسب درآمد کنه؟ اصلا به این راحتی نیست. اصلا بحث تدریس خواننده و نوازنده فرقی داره بچه‌ها. تدریس آواز با تدریس ساز فرق داره. تدریس آواز داغون میکنه حنجره مدرسو طولانی مدت. اگه بخواد مثل یه نوازنده پشت سر هم شاگرد بگیره، مثلا یه 10 ساعت پشت هم شاگرد بگیره و درس بده، داغون میشه اون حنجره و اون خواننده دیگه نا نداره که واسه استیج و واسه کارهای دیگه‌اش. پس بنابراین تو این قضیه از نوازنده عقب‌تره. در مورد خرج کردن، برندینگ که از همه چیز مهم‌تره، خواننده 20 برابر نه 200 برابر نوازنده باید خرج کنه تو بحث تبلیغات تا بتونه یه سری بشه توی سرا، مخصوصا توی ایران که اصلا مافیا بیداد میکنه توی ایران. یعنی اصلا وحشتناکه، خیلی راه پیچ و خم داره واسه خواننده توی ایران، واسه استیج خیلی پیچ و خم داره. من نوعی پیچ و خماشو همه رو تجربه کردم و من یه ذره بلند پرواز بودم. در مورد بلند پروازی توی بخش بعدی میخوام واسه تون حسابی صحبت کنم، میخوام بهتون بگم که من چه اشتباهاتی کردم. نکنید این اشتباه ها رو. بریم ویدیو بعدی. بلند پروازی نکنید یعنی چی؟ یعنی که بچه ها کنسرت و اجرا رو خیلی زود شروع کنید، ولی با تعداد کم. مثلا من نوعی وقتی که قرار شد کنسرت بذارم، 2 سال پیش 3 سال پیش که کرونا نبود، یه دفعه رفتم رو تمرین گروه جمع کردم که برم روی استیج مثلا 1000 نفری 2000 نفری و اشتباه بزرگ من بود. من اولا که نباید از 3 سال پیش شروع میکردم، من بعد از 10 سال پیش شروع میکردم که کردم این کارو، فقط ادامه دار نبود. متاسفانه من 10 سال پیش شروع کردم، رفتم مثلا استیجای کوچیک 100 نفر 150 نفر 200 نفر شروع کردم. خب اما ادامه دار نبود، میدونین؟ ادامهش ندادم، از یه جایی دل سرد شدم. نباید دل سرد میشدم. خب درآمد کم بود بچه ها، به نسبت تمرین زیاد درآمد کم بود. اما شما چی کار کنید؟ ادامه دارش کنید. من باید از 100 میومدم برسم به 1000، من رو 100 یه دفعه ولش کردم، یه دفعه میخواستم از 1000 شروع کنم. این اشتباس بچه ها. شما به محض اینکه بعد از 1 سال 2 سال یه ذره دستتون اومد چه خبره، یه ذره طرفدار پیدا کنید، بدون طرفدار غلط، استیج تجربه کنید. اول از دور همیا، بعد از عروسی حتی، بعد بیاین روی استیج و شروع کنید. فقط شروع کنید این قضیه رو که آماده بشین واسه اجراهای خیلی بزرگتر. برندینگ خیلی مهمه. قبل از اینکه معروف بشید آلبوم موسیقی تهیه نکنید، این برای خواننده هاست. اشتباه نکنید، من دو تا آلبوم موسیقی مجوز دارم، ولی بعد از آلبوم دومم با یک متخصص برندینگ صحبت کردم، کسی که دکترای برندینگ بود و واقعا بلد بود. برگشت من گفت خارج از ایران طرف صدها هزار فالوور داره، هنوز یه تک ترک نداده، هنوز داره آهنگای بقیه رو کاور میکنه. تو هنوز اون موقع من خیلی فالوور نداشتم، فکر کنم 30 زیر 100K بودم توی اینستاگرام، ولی اون موقع بود که داشتم رشد میکردم و خیلی ولی رشد نکردم، هنوز مثلا در حد 20000 تا 30000 شاید انقدر فالوور داشتم، همراه داشتم. که من گفتم با این تعداد فالوور و همراه اصلا آلبوم چی؟ حتی تک ترک هم نباید میخوندی، تو آهنگ تو به هدر دادی، میدادی آهنگ تو یه نفر آدم معروف بخونه و اسم تو رو بگه، رایگان میدادی بهش. یا اصلا میرفتی یه مناسبتی پیدا میکردی، میرفتی هر جایی مناسبت پیدا کن بخون. این خیلی مهمه خواننده ها، مناسبت پیدا کنین واسه خوانندگی. مناسبت ها خیلی خوبه. یا یک سوژه خوب پیدا کنید. بچه‌ها من آهنگ زیاد خوندم، ولی بیشترین فیدبک رو تا امروز از آهنگ اسطوره گرفتم، چون اسطوره و این خیلی برام مهمه، برای شما باید مهم باشه. و اسطوره یه چالش داشت، یه محتوای غنی داشت، محتوای خاص داشت. پس بنابراین محتواتون رو درست انتخاب کنید اگه می‌خواید معروف بشین. اگه معروفین نه،
برین عشق عاشقی بخونید، ولی اگه دنبال اینی که معروف بشین شهرت پیدا کنین، محتوا در مورد خواننده ها و یادتون نره مناسبت ها، محتوای خوب، تبلیغات خیلی درست حسابی. یعنی اگه یک ترک رو ساختی و خوب تبلیغات نکردی، ترکت سوخت. من اسطوره رو وقتی ساختم خیلی پول نداشتم واقعا، چون اسپانسر نداشتم، در حد توانم تبلیغات کردم و واقعا بهم برگشت داد. حالا فکر کنین من اگه اسپانسر داشتم بود مثلا 100 میلیون میذاشتم پشت اون آهنگ. بچه 100 میلیون وحشتناک نیست واسه خواننده ها، 100 میلیون اصلا رقم وحشتناکی نیست. شما با یک اجرا یا ماکسیمم دو اجرا شاید 100 میلیون رو بزنی اگه معروف بشی. پس بنابراین ارزش داره واسه یه ترکی که میدونی مطمئن خوب 100 میلیون کنار گذاشته داشته باشی، تا اینکه بیای این 100 میلیون تو 10 تا آهنگ تخس کنی. اشتباس. در مورد نوازنده ها، حالا بچه ها نوازنده خوب باید روابط اجتماعی خوب داشته باشه، خیلی مهمه. شما باید بری بیرون از خونت. اگه نوازنده خوبی هستی میگی آرش من خیلی نوازنده خوبی ام، چه جوری با محسن یگانه گیتار بزنم؟ چه جوری برم مثلا با بابک جهان بخش پیانو بزنم؟ چه جوری برم برای مثلا بهنام بانی ویولون بزنم؟ شما باید بری بیرون، برو بیرون از خونه، برو بیرون اصلا خیابونی، اجرای خیابونی فوق العاده است. برو توی خیابون شاید یه دونه پرودوسر ببینتت، برو توی مهمونی فلانی بزن، نترس، برو خودت نشون بده، برو اصلا تو استودیوها، برو تو استودیو بشین مجانی، بگو من رایگان برات میزنم. حالا فلانی میاد تو یه رب مثلا میزنه، من یه ساعت میزنم، اب نداره، هزینه استودیو که بالاخره تو باید یه ساعت رو بدی، پس من بشینم وسط بزنم، به جاش من پول نمیگیرم. برو خودتو اینجوری نشون بده، توی گدرینگا جمع شو، هر جایی که مثلا یه عده نوازنده، موزیسین، شاعر، هر کی، تمام این جمعا رو برین بچه ها، همش پیگیر باشین ببینین کجا چه خبره، بدوین برین اونجا خودتون رو نشون بدین. نوازنده رو بعد مردم ببینن، یا نه بیاین توی فضاهایی مثل یوتیوب، مثل اینستاگرام، بیاین اینجاها خودتون رو نشون بدین. آبا چهار تا پیج بزرگ تبلیغات کنین. طرف میاد به من میگه استاد میشه من استوری کنیم مثلا من یه ذره دیده بشم؟ اوکی آرش استوریت کرد یه ذره دیده شدی، اما دست کن توی جیب دیگه به خود اعتماد داری. من اینو روک رو راست بهتون میگم بچه ها، اگه واقعا خواننده‌ای به خود اعتماد داری، پس پول خرج کن واسه خودت. اگه نوازنده‌ای به خود اعتماد داری، پولتو خرج کن واسه خودت. مثلا رفتی یه زمین خریدی، میترسی هر روز نکنه زمین کلاهبرداری باشه. ماشین خریدی، هر لحظه ممکنه دور از جون تصادف کنی، ماشین رو از دست بدی. ولی اگه رو خودت سرمایه گذاری کنی، همیشه خودتی، خودت دور از جون، اگه از دست بری خودتی دیگه نیستی. اگرم موفق بشی، این خودتی که موفق شدی، این اسم فلان فلان فلانیه که معروفه، هر جا بره از اون اسم پول در میاره. پس بنابراین برندینگ از همه چی، مخصوصا تو سال 2021 مهمتره. موفق باشین. من یک بخش دیگه هم میخوام براتون بسازم در مورد استودیو، و حتی اون بیشتر مخصوص نوازنده هاست، ولی صحبت های خوبی در مورد چطوری خوندن تو استودیو هم توش صحبت میکنم.